بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم و این قسمت 121 مدرسه حفظه، جایی برای حفظ آسون قرآن. اگه اولین بار برنامه ما رو میبینین و ناراحتید که چرا 120 قسمت قبلی از دستتون رفته، اصلا نگران نباشید، چون میتونید از این طریق هم قسمت‌های قبلی رو ببینید و هم اگه نظر و پیشنهادی راجع به من یا برنامه دارید به ما منتقل کنید. خب قبل از اینکه حفظ امروز رو شروع کنیم، یه نگاه کوتاهی به درس قبلی بندازیم. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و آنچه را نسبت به افراد با ایمان انجام می‌دادند تماشا می‌کردند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، آنها هیچ ایرادی بر مؤمنین نداشتند جز آن که به خداوند شکست ناپذیر و ستوده ایمان آورده بودند. الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید، خدایی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و بر همه چیز شاهد است. تو انجام هر کاری طبیعتاً علاوه بر مهارت و همت شخص انجام دهنده، این ابزار کاره که نقش اساسی ایفا میکنه و هر چی با کیفیت تر باشه خروجی بهتری رو تحویل میده. شما مدرسه حفظی ها که وارد وادی حفظ شدید هم از این قضیه مستثنا نیستید و علاوه بر همت و تلاشتون تو مسیر حفظ قرآن، باید ابزار حفظ یعنی جسم و به ویژه حافظتون رو با کیفیت تر و قوی تر کنید که بتونید آیات دلنشین کلام الهی رو زودتر، بهتر و موندگارتر به ذهنتون بسپرید. یکی از مهمترین راه‌ها برای داشتن یه جسم خوب و سرحال، استفاده درست از خوردنی ها و آشامیدنی هاست که نقش مؤثری تو فرسوده نشدن ذهن و حافظه داره. درباره اینکه چی بخوریم یا نخوریم مطالب زیادی شنیدین که لازم نیست خیلی بهش بپردازیم، ولی به طور خلاصه این رو بدونید که بهتره چیزایی مثل پنیر، سیب ترش و گشنیز رو از سبد غذاییتون کم کنید و خوردنی هایی مثل عدس، عسل، مویز، کدو، انار، حلوا و کندر رو به سبد غذاییتون اضافه کنید. ضمناً مهمترین توصیه‌ای که تو روایات برای پیشگیری از ضعیف شدن حافظه اومده، پرهیز از پرخوریه و در مقابل سفارش شده به کمخوری که تأثیر مستقیمی روی سرحال شدن جسم و مغز انسان داره. آقا رسول الله می‌فرمایند کسی که کم بخوره بدنش سالم‌تره و دلش هم نرم و باصفاست، و برعکس کسی که پرخوری کنه جسمش مریضه و دلش هم سخت و سنگین. قدر حافظتون رو بدونید و از این به بعد بیشتر حواش رو داشته باشید. بریم سراغ درس جدید. درس امروز حفظ آیات 10 و 11 سوره بروجه. مثل هر روز اول یه بار آیات جدید رو با صدای استاد عزیز، استاد پرهیزگار، میشنویم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. گفتیم که موضوع این سوره سرزنش آدمایی که افراد با ایمان رو آزار و اذیت و شکنجه میکنن و بیان عذاب سختیه که در انتظار این آدم هست. آیات ابتدایی این سوره که موضوعشون اثبات معاد بود رو حفظ کردیم و بعد داستان اصحاب اخدود رو خوندیم و امروز آیات رو حفظ میکنیم که سرنوشت متفاوت افراد با ایمان و بی ایمان رو تو روز قیامت توصیف میکنه. خداوند تو آیه 10 میفرماید این الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق.
کسانی که افراد با ایمان را مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می دهند سپس توبه نمی کنند، پس برای آنها عذاب دوزخ و آتش سوزان است. این آیه چند تا نکته جالب توجه داره. یکی این که عذابی که تو آیه وعده داده شده مخصوص اصحاب اخدود نیست، بلکه شامل هر کسی میشه که تو هر زمان و مکانی دست به این کار بزنه. دوم این که راه توبه و بازگشت به خدا برای همه بازه، حتی افراد بیدین. سوم این که همونطور که اصحاب اخدود مؤمنین رو با آتش شکنجه میکردن، تو آخرت هم با آتش عذاب میشن. اما آتش دنیا کجا و آتش سوزان جهنم کجا؟ خب این آیه به خاطر طولانی بودن به دو بخش تقسیم شده. بخش اول رو میشنویم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا زمزمه میکنیم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا حالا همراه استاد پرهیزکار هم خوانی کنیم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا با نگاه به قرآن خودمون تکرار میکنیم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وقت اون رسیده که سه بار از حفظ این آیه رو بخونی. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا آفرین. حالا بخش دوم رو باید گوش کنیم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق زمزمه کنیم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق حالا همخوانی میکنیم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق از روی قرآن تکرار کنیم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق حالا سه بار از حفظ میخونیم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق باید یک بار این آیه رو کامل کنیم. از روی قرآن بخونیم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق حالا یه بارم از حفظ تکرار کنیم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بریم سراغ آیه 11 که نقطه مقابل رو توصیف میکنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند برای آنان باغهایی است که زیر درختان آن نهرها جاری است. این همان پیروزی بزرگ است. تو این آیه هم مثل خیلی از آیات قرآن به لزوم همراه بودن ایمان و عمل صالح اشاره شده و این یعنی نه ایمان به تنهایی کافیه و نه عمل به تنهایی. تو آخر هم تأکید شده که پیروزی بزرگ واقعی در نهایت نصیب مؤمنین میشه، هرچند تو دنیا در ظاهر شکست خورده باشند. خب همونطور که میبینین این آیه خورده طولانی هست،
برای همین این آیه رو به دو بخش تقسیم میکنیم تا بتونید دقیق و کامل حفظش کنید. بخش اول رو با هم میشنویم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. زمزمه میکنیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. همراه استاد پرهیزکار تکرار کنیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. خودمون از روی قرآن میخونیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. وقت اون رسیده که سه بار از حفظ تکرار کنیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. آفرین. حالا بخش دوم رو باید گوش کنیم. ذلك الفوز الكبير. زمزمه کنیم. ذلك الفوز الكبير. حالا هم خوانی میکنیم. ذلك الفوز الكبير. از روی قرآن تکرار کنیم. ذلك الفوز الكبير. حالا سه بار از حفظ میخونیم. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. تو این مرحله آیات به هم وصل میشن و ابتدا از روی قرآن. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. آفرین بر شما. حالا از حفظ میخونیم. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. بسیار عالی. تو درس گذشته برای اونایی که تصمیم دارن حفظ رو ادامه بدن توضیحاتی دادم. امروز میخوام چند تا نکته برای اونایی که فعلا قصد ادامه حفظ ندارن و میخوان همین مقدار رو تو ذهنشون تثبیت کنن بگم. بعد از تموم شدن جزء 30 باید یه برنامه منظم روزانه برای خودتون بذارید. یه برنامه روزانه 20 دقیقه ای. اما تو این 20 دقیقه باید چیکار کنید؟ تو ماه اول برنامه‌تون اینه. باید هر روز از سوره متففین تا آخر بروج رو دوره کنید و در ضمن بقیه صفحات جزء 30 رو هم به 7 قسمت تقسیم کنید و هر روز طبق برنامه یک قسمت رو به همراه این 3 سوره که تازه حفظ کردین تکرار کنید. اینجوری هر هفته یک بار کل جزء 30 رو مرور میکنید. بعد از یک ماه این 3 سوره هم میره جزء مرور کلیتون و باید به صورت منظم هر روز حداقل 3 صفحه از جزء 30 رو تکرار کنید. البته اینم بگم که خوندن کل جزء 30 کمتر از 1 ساعت زمان میبره.
پس راحت میتونید با بیشتر کردن تعداد صفحات مرور روزانه‌تون هر هفته چند بار محفوظاتتون رو دوره کنید تا همیشه کیفیت مطلوبی داشته باشن. نکته پایانی این که یادتون باشه حتما از روش‌های متنوعی که تو مرور بهتون گفتم استفاده کنید. ده درستون از سوره متففین تا حفظ جدید و مرورتون هم سوره نبع و نازعاته. تو درس بعدی انشاءالله تا آیه 17 سوره بروج رو حفظ میکنید. پای رحل قرآن که نشستید ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار.